الان میزنیشون مرور بکنن یا یادآوری بکنن که واقعا با چه در واقع حس عجیبی که شاید از حالت عادی این حس خارج بود از سمت هموطنان ما کمک‌های خودشون رو گسیل می‌کردن به منطقه آسیب دیده. هموطنانمون نه فقط در حوادث ملی بلکه خب در حوادث بین‌المللی هم انصافا خوب عمل کردن. به حال دوستان در هلال احمر تجارب خیلی خوبی رو دارن که هر کجا که کمک خواستن کشورها و اعلام کردن مردم خیلی خوب اومدن پای کار قرار گرفتن و کمک هایی رو داشتن. از این جهت واقعا بایستی به مردم خوب کشورمون دست مریزاد بگیم که شاید روز جهانی انسان دوستانی هم و انسان دوستی هم بهترین فرصت برای این موضوع باشه و تقدیر و تشکر از ما. اما سوال اینه که امروز دنیا بیشتر به چه چیزی نیاز داره؟ در مورد تیم ورکینگ صحبت کردم در کل محترم سازمان ملل. ما چند سالی است که در سازمان مدیریت بحران داریم روی این موضوع کار میکنیم که خب بله واقعا بایستی در فعالیت‌های بشر دوستانه به یک همافزایی برسیم. این همافزایی خب در سطح ملی است و این پله بالاتر در سطح ملی بین المللی. اون چه که قاعدتاً برای رسیدن به این همافزایی نیاز هست اینه که ما مسیر راه رو خیلی واضح ببینیم و بتونیم در واقع تصمیمات درستی رو در این خصوص اتخاذ بکنیم. وقتی شما تصمیم میگیری که فعالیت بشر دوستان انجام بدی بایستی ببینی که برای نجات جان بشر چه موضوعی بیشترین کمک رو میکنه. امروز خب قاعدتا نگاه به سمت اینی که ما نگاه پیشگیرانه رو در فعالیت‌های مدیریت بحران جاری بکنیم و پرهیز بکنیم از این که صرفاً بخوایم در حوزه آمادگی و مقابله عمل بکنیم. این نگاه پیشگیرانه مسیرهایی رو پیش روی ما میگذاره که شاید یه مقداری تا به امروز مخفول بود. برای نجات جان بشر قاعدتاً بایستی برنامه ریزی کرد، بایستی کار کرد، بایستی تلاش کرد، به خصوص کسانی که علاقمند به این موضوع هستن و همطور که ابتدای صحبت هم گفتن با دلشون تو این حوزه وارد شده. متاسفانه یه مروری که ما تاریخ حوزه مدیریت بحران رو میکنیم میبینیم که این بحران ها بودن که ساختار ساز شدند. شما توی خیلی از کشورها که میرید و به تاریخچه تشکیل یک ارگان، یک سازمان نگاه میکنید میبینید بر اثر به وقوع پیوستن یک حادثه بوده که اون ساختار تشکیل شد. من در کشور خودم من بخوام مثال بزنم از ستاد سیلی که مثلا سال 64 رخ داده به واسطه وقوع سیل بوده یا سازمان مدیریت بحران کشور به نوعی میشه گفتش که زایده حادثه تلخ زلزله بم بوده.